ناامیدی مفرط. یعنی من به جایی میرسم که نه تنها خودم رو دوست ندارم، دیگرانم دوست ندارم و گمان میکنم که تغییری صورت نمیگیره، بهبودی به هیچ وجه وجود نخواهد داشت. بنابراین اول ناامید میشم، بعد بیپناه میشم، بعد گمان میکنم که این زندگی که دردیز جانکا منو دربر گرفته و زجر من تمام نمیشه مگر موقعی که بیفتم و بمیرم. و خب ببینید این چه دردناکه، چون این نگرشی و کمم نیست. میدونید واقعا مسائل تاثیر میذاره. ما در یک فضای انتزاعی توی کپسول که زندگی نمیکنیم، که در ما در ارتباط با محیطیم، با دیگرانیم، خانواده ای داریم. اصلا ممکنه که یکی از این اعضای خانواده به واسطه اختلالی زیستی مریضی روانی داشته باشه، ممکنه که اتفاقات حقوقی برای افراد بیفته و همدیگر مورد تهاجم قرار بدن. واقعا با در نظر گرفتن همه اینها میگیم زنده باد خودم. من تا نتونم خودم رو دوست بدارم با تمام کاسی ها، با تمام اشتباهاتم، نمیتونم اونا رو تصحیح بکنم. مگه ما بی اشتباهیم؟ تا حالا نشده در رابطه اشتباه بکنیم که کردیم و کردم بدونش. تا به حال نشده که در واقع کاری رو جوری میتونستیم انجام بدیم که بهترین وجه توان ما باشه و ندادیم و بعد پشیمان شدیم که شدم. بله. پس بنابراین اینا بخشی از واقعیت وجودی انسانه. زندگی صرفا گلزار نیست، گاهی اوقات خارزار کفش آهنین باید. گاهی اوقات شرایط سخت، بیماری هست، ارتباطات ناخوب هست، ناکامی وجود داره، وجهای مثبت و دوست داشتنی و مطلوب داره، وجوه نامثبت و دردناک و بسیار ضربه زننده داره. و وقتی میگم زنده باد خودم به این معنا نیستش که من باید بی‌نقص باشم، همه چیزم درست باشه، هیچ اشتباهی نکرده باشم و نکنم و تضمین کنم مهر زده که همه چی پرفکت و کامل خواهد بود بعد بگم زنده باد خودم. زنده باد خودم یعنی که من انسانم و چون انسانم این خطاها رو میتونم داشته باشم، ولی ببینم که چه توانایی هایی دارم، نگاهم به وجه مثبت خودم باشه. اگر پدری در یک خانواده با پسرش خیلی اشتباه کرده و هی اونو تحقیر کرده و حالاست که پسر او 20 خورده سالشه دچار مسئله است و خودشو داره سرزنش میکنه، خب چیزی درست نمیشه. اوی پدر الان در رابطه با خودش زنده باد خودم رو نداره، اصلا خودش رو دوست نداره، چه برسه به زنده باد خودم. و بنابراین چون خودش رو دوست نداره و احساس گناه و تقصیر میکنه، در ارتباط با پسر 20 چند سالش هم نمیتونه مؤثر واقع بشه. و اون رابطه ای که شاید تغییر در اون به حل و فصل مسائل اساسی ختم بشه، این رابطه پدر و پسر، رابطه سرد و منجمد، چون حداقل یک سوی موضوع که ما الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم که پدر باشه در ارتباط ناخوب با خودشه، حتی گاهی وقت از خودش متنفره، گاهی وقت چون ارتباط ناخوبی با خودش داشته و استراب داشته به مسائل دیگه روی آورده، وابسته بوده به ارتباطی و ناکام شده، وابسته شده به ماده‌ای، بنابراین مثلا ممکن حتی اعتیاد اومده باشه روی داستان. میدونی خیلی موضوع پیچیده میشه و حالا اویی که خودشو دوست نداره نمیتونه کنترل تکانه بکنه، نمیتونه جلوی خودشو بگیره، فکر میکنه که تمام پولیو که داشته صرف در واقع این مسئلهش کرده، خانوادهش صدمه دیدند، باعث شده که پسرش علیه او قیام کنه و او هم بره اعتیادی پیدا کنه و خیلی داستانهای دیگه. چطور بگه زنده باد خودم در منجلابی که گمان میکنه درش حضور داره که داره؟